بریم سراغ اندروید 11 و ببینیم که گوگل توی این نسخه از اندروید چه خوابی برامون دیده و چه قابلیتایی بهش اضافه شده. توی این ویدیو می‌خوام کامل بررسیش کنیم. رفقا سلام چطورین؟ من محمد یزدانی هستم به پیج اپ بودی خوش اومدید توی این ویدیو قراره که در مورد اندروید 11 صحبت بکنیم و ببینیم که چه قابلیت بهش اضافه شده چه تغییراتی کرده و چطوری میتونه به ما کمک بکنه توی کار کردن با گوشیمون و تو این ویدیو میخوام کامل بررسیش بکنیم. دو تا نکته قبلش بهتون بگم که من اندروید 11 رو, رو روی گوشی خودم گلکسی A51 ای سامسونگ گلکسی A51 ای نصب کردم. و با این نسخه از اندروید رابط کاربری وان یو 3 هم آپدیت شده و بنابراین یه سری تغییراتی که میگم مربوط به آپدیت رابط کاربری وان که رابط کاربری اختصاصی گوشی های سامسونگه و به خاطر همین ممکنه یه سری تغییراتی که میگم توی گوشی شما نباشه مخصوصا اگه از برندهای دیگه مثل شیائومی، هواوی، پیکسل یا هر برند دیگه ای استفاده میکنید و یه سری تغییرات دیگه هم ممکنه شایدش نباشید اونم به خاطر اینکه کمپانی مختلف به هر حال با رابط کاربری خودشون با سبک و سیاق خودشون این تغییرات رو اعمال می و بنابراین مثل iOS منسجم نیست تغییراتی که توی نسخه های جدید اندروید اتفاق میفته بریم سراغ اندروید 11 خب تغییرات اندروید 11 رو از همین صفحه قفل گوشی شروع میکنم صفحه قفل سری تغییرات داشته که اینجا میخوام بهتون بگم اولا اینکه یه سری آیکونام ها اومده مثلا این کنار دوربین سلفی زیر دوربین سلفی که تشخیص چهره رو انجام میده این قفله ظاهر شده این واسه گوشیایی که دوربین سلفیشون قابلیت تشخیص چهره دارن این علامت اسکر اثر انگشت هم اینجا نبود که الان اومده و این نشون میده که اسکر اثر انگشت اینجاست و سرعت اسکر اثر انگشت هم من فکر میکنم بهتر شده حالا شاید این مختص به این گوشی و این برند باشه ولی من حس میکنم که توی این آپدیت سرعت تشخیص اصلا انگشت خیلی بهتر از قبل شده و سریعتر باز میکنه گوشی رو هرچند که بازم خیلی فاصله داره تا خیلی از گوشی های دیگه برگردیم به صفحه قفل من دوباره قفل میکنم گوشی رو اینجا زمانی که قفل صفحه رو به شما نشون میده خب یه ساعت اینجا است که ساعت رو به شما نشون میده اگر یه بار روی ساعت ضربه بزنید یه سری ویجت ها اینجا به شما نشون میده در واقع همراه با ساعت دقیق با ثانیه شمار و اینجا ویجت های موزیک و بیکس بی و آلار میاره به شما نشون میده اینجا هم ستینگ داره اگر شما ستینگ رو بزنید و گوشیتون رو باز بکنید مستقیما وارد ستینگ همون بخشی که گفتم میشید اینجا میتونید تنظیمات اون بخش رو انجام بدید همون ویجت ها رو و ویجت های مختلف بهش اضافه بکنید این چند تا ویجتی که الان دیدید اضافه شده و مثلا ویدر داره تو دیز اسکیجول داره که اگر اسکیجول تعیین کرده باشید واسه گوشیتون اونجا به شما نشون میده من این رو خاموش بکنم دوباره بسیار خوب بریم سراغ پنل نوتیفیکیشن ها که تغییرات بعدی اونجاست من این پنل رو میارم پایین اینجا خب اولا یه سری تغییرات ظاهری کرده یعنی دیزاینش عوض شده مثلا اینجا میبینید که اون صفحه پشتیه یه مقدار پیداست و به صورت غیر واضح میشه دید در که قبلا اینطوری نبود و یه صفحه کاملا سفید و یک دست اینجا شاهدش بودیم اما این نوتیفیکیشن های مقدار توی اولویت بندیشون تغییرات کردن الان اگر که از پیام رسان ها یعنی اشخاصی از پیام رسان ها به شما پیام داده باشن مثل اینجا که من پیام دارم از واتس این پیام ها بالا نمایش داده میشه و توی اولویت قرار داره قبلا فکر میکنم براساس اساس زمان بود دیگه مثلا اگر این چند تا جیمیل زودتر از پیام های واتساپ برام می اومد اونا رو اون بالا به من نشون میداد و یه بار دیگه هم اگر بکشیم پایین که اینا رو میتونیم به صورت گسترده تر ببینیم اون آیکونایی که اون بالا هستن و باز اینجا میتونیم مدیریتشون بکنیم اگر به اضافه رو بزنیم میتونیم آیکون های دیگه رو بهش اضافه بکنیم اینا همه تغییرات ظاهریه که اتفاق افتاده وگرنه قبلا این کار رو میشود انجام داد یه تغییر دیگه که ما داشتیم اگر من وارد تنظیمات بشم توی بخش کال سیتینگ که من اینجا سیرچش بکنم توی بخش کال سیتینگ از این به بعد میتونید یه بکگراند همیشگی واسه تماساتون انتخاب بکنید مثلا من اینجا وارد قسمت کال سیتینگ میشم تنظیمات تماس و اینجا یه گزینه هست اضافه شده جدیدن به اسم کال که اینو اگر بزنید شما میتونید یه به کال بدید به تماساتون بدید در واقع اینجا من بگیران رو میزنم یه بگیران خودم اضافه کردم و یه برگراندم پیش فرض اینجاست من اگر اینو بزنم انتخابش بکنم ببینید به این شکل در میاد تماساتون و هر کسی که تماس بگیره دقیق بکنید هر کسی که تماس بگیره فرق نمی‌کنه مخاطب کیه این عکسی که شما انتخاب کردید عکس یا ویدیویی که انتخاب کردید پشت اون تماس قرار می‌گیره تا توی تنظیمات هستیم تغییر دیگه من بهتون بگم که اینجا اتفاق افتاده البته تغییری که نیست ولی میتونید مثلا برید اینجا توی نسخه اندرویدتون اینجا توی قسمت about فون توی قسمت سافتویر انفورمیشن اگر روی اندروید 11 چند بار کلیک بکنید این صفحه ظاهر میشه که منو یاد این تلفن‌های قدیمی میندازه که مگه اینو بچرخونم بله اندروید 11 اینجا راگه عدد 11 رو به من نشون میدید نشون دهنده اندروید 11 هست. باگردیم توی صفحه اصلی جایی که تغییرات ویجت رو شاهد هستیم از این به بعد شما میتونید مستقیما اپلیکیشن هایی که ویجت دارن رو اینجا انتخاب بکنید و ویجتشون رو به صفحه اصلی خودتون اضافه بکنید مثلا اینجا کلاک ویجت داره کلاک همون در واقع ساعت گوشیه و من به جای اینکه بخوام از این مسیر بردم توی قسمت ویجت ها و ویجت ساعت رو پیدا کنم و اضافه کنم همینجا میتونم دستم روی کلاک نگه دارم کلاک یا هر اپلیکیشن دیگه که ویجت داره اینجا قسمت ویجت اضافه شده میتونید بزنید والا قسمت ویژت های کلاک میشید ویژت های ساعت هر کنون رو خواستید انتخاب میکنید و اینجا اد رو اگر بزنید بله اضافه میشه به صفحه اصلی گوشیتون به این دوباره توی تنظیمات یه تغییر دیگه هم توی قسمت Advanced فیچرز ما داشتیم ببینید اینجا توی همه گوشه های بخشی هست نوشته Advanced فیچرز اینو که بزنید یه گزینه هست اینجا نوشته که موشن اند Gestures اینو اگر واردش بشید چند تا موشن اینجا هست که یکیش جدیده و اونم دابل تپ تو ترن اسکرین و دابل تپ تو ترن اسکرین برعکس همان و این گفته که هر جای صفحه رو خواستید بزنین هر جای خالی صفحه رو دو بار تپ بکنید صفحه خاموش میشه و برعکسش دو بار که تپ بکنید صفحه روشن رو میشه این قبلا نبود و حالا میتونید به عنوان یه جایگزین این دکمه پاول ازش استفاده بکنید زمانی که خواستید صفحه رو خاموش بکنید دو بار فضای خالی ضربه میزنید صفحه قفل میشه بریم سراغ دوربین یه سری تغییرات هم اونجا داشتیم خب من وارد دوربین میشم از این به بعد توی حالت عکس شما میتونید دستتون رو این دایره در واقع شاتر عکس نگه دارید و به سمت پایین بکشید تا یه سری عکس پشت سر هم بگیره البته توی یه سری از گوشی ها این بوده مربوط به رابطه کاربری خودشون که ربطی هم به اندروید 11 نداشته اما توی سامسونگ الان میتونید این کار انجام بدید و الان اینجوری دستتون رو که به سمت پایین بکشید میتونید شات بگیرید الان چون که گوشی روی زمین قرار داره من فکر کنم توی حالت سلفی میتونم بگیرم خب الان دوربین چرخیده منم که دارید میبینید بله میبینید چند تا عکس داره میگیره 22 تا عکس شد و همه رو اینجا میتونید مشاهده بکنید الان این آیکون پایینی رو که بزنم 21 عکسه که اینجا عمل من میتونم ببینم مال زمانی که شما چند تا عکس میخواین پشت سر هم بگیرید و یه صحنه که ممکنه از دستش بدید و اینجا میتونید انتخابشون بکنید هر رو خواستید دیلیت بکنید یا نگه دارید صحبت از عکس شد بریم توی گالری ببینیم که اونجا چه تغییراتی داشتیم من وارد گالری گوشی خودم میشم اینجا یه سری تغییرات ظاهری باز گفتم ایجاد شده و یه سری آپشن از اینجا اومدن به این پایین که یه ذره مرتب تر شده بهتر شده به نظرم و چینش اینا هم یه ذره جدیدتر شده بهتر شده خیلی تو هم نیستن الان مثلا من اگر وارد این قسمت بشم همه عکس ها اینجا میتونم ببینم و چینششون هم اینجا میتونم عوض بکنم اگر دستمو رو حالت زوم اینجوری یه صفحه بکشم میتونم اینا رو تو حالت های مختلف ببینم هر عکسی هم که انتخاب بکنید اگر به سمت بالا بکشید اینجا جزئیاتش رو میتونید ببینید حجم و رزولوشنش به اضافه مسیر قرارگیری اون عکس توی حافظه گوشی و اینکه اگر هم خواستید یه عکسی رو به عنوان بکگراند انتخاب بکنید مثلا من این عکس رو میخوام بذارم بکگراند اینجا میتونید سه نقطه رو بزنید از والپیپر رو که بزنید به جز اون بگیراندی که همیشه بوده کال بگیراند اضافه شده که یک کم عقبتر در موردش توضیح دادم از این روش هم میتونید انتخاب بکنید یه عکسی رو به عنوان کال بگیراند انتخاب بکنید اینم از این یه تغییر دیگه مونده از اندروید 11 که اونم چون دارم با این گوشی صدای خودم رو ضبط میکنم نمیتونم اونو بگم و یه لحظه اجازه بدید صدا رو قطع بکنم و این تیکه آخر ویدیو رو در واقع صدای من رو بدون میکروفون بشنوید خب الان صدای من دیگه از میکروفون ضبط نمیشه و مستقیما از میکروفون دوربین دارید میشنوید ببخشید که یه ذره کیفیتش پایینه این ای هم که گفتم مربوط به صداست در واقع اگر که شما دکمه کموزیا کردن صدا رو فشار بدین یه آیکون صدا اینجا ظاهر میشه که این آیکون خودش تغییر کرده قبلا به صورت افقی بود الان عمودی شده همینجا به صورت تاچ و با دستتون میتونید کموزیااد بکنید صدا رو اگر هم این سه نقطه رو بزنید که تنظیمات تر صدا اینجا ظاهر میشه میتونید کموزیااد بکنید صدای مختلف رو صدای مدیا صدای رینگتون صدای بیکسبی نوتیفیکیشن و سیستم اینجا میتونید تنظیمات رو انجام بدید این هم تغییرات دکمه صدا و تغییرات در ظاهری که ایجاد شده خیلی هم عالی من سعی کردم تمام قابلیت های اندروید 11 رو بررسی بکنم براتون و کامنت برام بذارین سوال یا نظری اگر دارید بنویسید و بنویسید که توی گوشی شما از هر بلندی و از هر مدلی که هست کدوم تغییرات هست کدوم تغییرات نیست و اینکه اصلا آپدیت رو دریافت کرده یا نه که هم من استفاده بکنم هم بچهایی که گوشی شما رو دارن دم شما گرم حتما بفرستید این ویدیو رو واسه رفیقاتون واسه بچه‌ای که اندروید دارن و توی استوریتون به اشتراک بذارید من دلگرم میشم من انرژی میگیرم و اینا واسه من دوپینگه لایک و کامنت یادتون نره و اگرم توی یوتیوب دارید ویدیو رو میبینید حتما اون پایین سمت راست ویدیو سابسکرایب رو بزنید زنگوله کنارش هم بزنید خیلی خوبه برای خودتون که ویدیوهای من به محض آپلود بهتون اطلاع رسانی میشه ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید مرسی از توجهتون